سلام بر شما سرخط خبرها. محدودیت ها در برابر زنان دلیل تأخیر در بررسمیت شناسی حکومت سرپرست افغانستان. امیر خان متقی گفته که برخی محدودیت ها مرتبط با حقوق زنان روند بررسمیت شناخته شدن امارت اسلامی را به تأخیر انداخته است. مدت 3 سال از حاکمیت دوباره امارت اسلامی افغانستان میگذارد. متاسفانه که تعامل سیاسی را با جامعه جهانی به وجود نیاورده است. 24 اسد روز شکست امریکا و پیروزی امارت. سرپرست وزارت دفاع 24 اسد را روز شکست امریکا و متحدانش و پیروزی امارت اسلامی نامید. پدی ټول کې به موږ نظارت کوو د کارو چې څنګه روان دي تر کومه حده پورې رسیدلي. بیجا شدن بیش از 2 میلیون تن از اثر تغییرات اقلیمی. مسئولان اداره ملی حفاظت محیط زیست میگویند که از اثر تغییرات اقلیمی بیش از 2.5 میلیون تن در افغانستان بیجا شدند. خوشبختانه په تیر کال کې د چپسطی ملی اداره په نړیوالو او داخلي غونډو کې ګډون کړی او مختلفو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. و تصرف نزدیک به 1000 کیلومتر خاک روسیه از سوی اوکراین. مشروع خبرهای 5:31 با من سید عیسی سادات. سرپرست وزارت خارجه گفته است که برخی محدودیت ها مرتبط با حقوق زنان در زمینه آموزش، کار و حقوق بشر به دلیل مشکل های موجود روند به رسمیت شناخته شدن امارت اسلامی توسط جامعه جهانی را به تأخیر انداخته است. آقای متقی افزوده که پذیرفتن هیئت امارت اسلامی توسط برخی کشورها، ادامه فعالیت نمایندگی های دیپلماتیک و سفارتخانه ها و آغاز پروژه های اقتصادی نشان دهنده به رسمیت شناخته شدن امارت اسلامی است. بیشتر با ساجد کلمی. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه در گفتگو با بی بی سی گفته که امارت اسلامی مراحل به رسمیت شناخته شدن را پیموده است، اما برخی از محدودیت هایی که برای بانوان به دلیل مشکلات ایجاد شده روند به رسمیت شناختن امارت اسلامی را با مشکل روبرو کرده است. آقای متقی افزود که روابط خوب با کشورها در زمینه های اقتصادی، سیاسی، دیپلماسی، ادامه فعالیت نمایندگی ها و سفارت ها و آغاز کار پروژه های اقتصادی از مراحل به رسمیت شناسی امارت اسلامی است، اما تنها اعلام آن به طور رسمی باقی مانده است. او اضافه کرد که برخی مشکلات نیز وجود دارد که به موضع سیاسی کشورهای مختلف بستگی دارد. عملاً هغه څه چې په رسمیت پورې اړه لري، چې تا ویزه منل دي، د تا پاسپورټ منل دي، د تا تجار منل دي، د تا سره قرارداد کول دي، د تا ډیپلومات منل دي، هغه ټول سوي دي. په افغانستان کې، په صحت کې، په تعلیم و تربیه کې، په وزارت داخله کې، په پاسپورټ کې، په مختلفو برخو کې د ښځې کار کوي. دا نفس تعلیم بندېدل یا دا له کاره بندېدل، دا خاصي یو ابتراع ده په عمارت پسې کېږي. دا که څه محدودیتونه لګېدلي، هر هیواد خپل داخلي مشکلات لري، نزاکتونه لري، ستونزې لري. وای در این مصاحبه افزود که در زمینه تامین امنیت داخلی مردم با حکومت سرپرست همکار هستند. وزیر سرپرست امور خارجه امارت اسلامی افغانستان که در نشست با ایتا یادداری نموده است، آنها با بسیاری از کشورها رابط خویش را تحکیم نموده است و موضوع حقوق تعلیم دختر خانم افغان مربوط به مسائل داخلی ما می شود. در همین حال آقای متقی گفت که در زمینه آزادی زندانیان افغان در ایران با مقام هایان کشور صحبت کرده و امارت اسلامی تلاش می کند تا مانع توقف اعدام افغان های مقیم ایران شود. نظر به قوانین بین المللی و اون تعاملات منطقی و جهانی که با کشورهای جهانی باید امارت اسلامی خودشون رو وقف بدهند تا بتواند اون کرسی های سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل را
بتونن کسب کنند. امیر خان متقی در حال این گفته ها را بیان کرده که امارت اسلامی در آستانه 3 ساله شدن در افغانستان است و تا هنوز هیچ کشوری برای برسمیت شناسی حکومت سرپرست افغانستان چراغ سبز نشان نداده است. مسئولان اداره ملی حفاظت محیط زیست در برنامه حسابدهی دولت به ملت میگویند که سالانه افغانستان از اثر تغییرات اقلیمی 250 میلیون دلار آسیب میبینند. آنان گفتند که از اثر این تغییرات بیش از 2.5 میلیون تن در افغانستان بیجا شدند و تاکید کردند که موضوع تغییرات اقلیمی و محیط زیست ربط به سیاست ندارد. بیشتر با نجیب محمدی. ما تارگیتی داریم که سالانه 25 میلیون اسلحه ها را باید در سر تا سر کشور غرق شود. مسئولان اداره ملی حفاظت محیط زیست می گویند که برای سرگیری ده ها پروژه در بخش های تغییر اقلیم و محیط زیست نزدیک به 600 میلیون دلار پیشرفت های چشمگیری در کشور صورت گرفته است. په یو کال په جریان که او پروژه 2.3 میلیون امریکایی دلار په ارزش د تعلیق څخه استل شوي او درې نوې پروژې د پټه څخه وروسته د ادارې د اقلیمي بدلون او تنوعي حیات په برخه کې چې 1.5 میلیون امریکایي ډالر پر ارزش تعهد ترلاسه کړی دی. اساس یافته های نهاد افزایش گرما، خشکسالی های پیهم، کاهش تولیدات زراعتی، مهاجرت های داخلی، تخریب جنگلات و عواقب ناگوار را در پی داشته که زندگی شهروندان کشور را با چالش کشیده است. حدود 21 میلیون نفر بنابر عوامل تغییرات اقلیمی اینا دسترسی به آب آشامیدنی ندارند. این عواملش عمده تغییر اقلیم هست. در بحث خوشحالی ها میاییم. ارقامی را که ما به اساس ارزیابی که در اسناد خود داریم نشان میده که 250 میلیون دلار مشخصا سکتور زراعت ما از پیامدهای تغییر اقلیم و مساله آسیب میبینه. مسئولان این اداره همچنان تصریح کردند که در نشست جهانی که سال جاری در کشور آذربایجان برگزار می شود افغانستان نیز رسما به این نشست دعوت کرده. زموج حسد دعوت رسول نړیوال قانع کړو چې په دې موضوعات سیاسي نه کړي ځکه چې مستقیما بشري ټولنه ورڅخه اغېزمنه کیږي. خوشبختانه په تیر کال کې د چپسطین ملي اداره په نړیوالو او داخلي غونډو کې ګډون کړی او مختلفو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. با این هم افغانستان یکی از بزرگترین کشورهای آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی در سالهای اخیر بوده که برای شهروندان کشور خسارات مالی و جانی سنگینی را به جا گذاشته است. وزارت داخلی کشور با تایید درگیری میان نیروهای مرزی امارت اسلامی با مرزبانان پاکستانی در تورخم خبر داده است که دو پاسگاه مرزی پاکستان را منهدم کردند. عبدالمتین قانع دلیل این درگیری را شلیک نیروهای مرزی پاکستان به نیروهای امارت اسلامی در مرز میان دو کشور دانسته، ولی پیشتر منابع گفته بودند که این درگیری در حال آغاز شد که نیروهای امارت اسلامی در حال کار در بخش توسعه پاسگاه امنیتی در نزدیک که مرز مشترک میان دو کشور بودند. گزارش از فریم آذر. در ادامه تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان، این بار منابع از درگیری مرزی میان دو کشور در گذرگاه تورخم خبر دادند. وزارت داخلی کشور با تایید درگیری میان نیروهای مرزی دو کشور از انهدام دو پاسگاه مرزی پاکستان توسط نیروهای امارت اسلامی خبر داد. عبدالمتین قانی نیروهای مرزی پاکستان را آغازگر این درگیری دانسته و گفته است پس از شلیک نیروهای مرزی پاکستان به نیروهای امارت اسلامی این درگیری آغاز شد. اما پیشتر منابع امنیتی در تورخم دلیل این درگیری را ساخت دو پاسگاه امنیتی از سوی امارت اسلامی در نزدیک مرز مشترک میان دو کشور گفته بودند. در منطقه غورکه تورخم ولایت ننگرهار نیروهای سرحدی پاکستان در خط فرضی دیورند به نیروهای مرزی افغانستان تیراندازی کردند که در نتیجه دو پاسگاه نظامیان پاکستانی منهدم شد و غیر نظامیان هدف حمله نیروهای پاکستانی قرار گرفت و در نتیجه آن یک زن و یک کودک کشته شدند. درگیری های مرزی و همچنان از رویارویی ها و حملات نظامی پاکستان به خاک افغانستان باید طالب ها از حمایت تی تی پی دست بردارند. این درگیری در حال بین دو کشور انجام شده است که منابع در ننگرهار و کنر از گشت زنی جت های جنگی مربوط پاکستان در فضای این ولایت ها خبر دادند.
پاکستان از چندین دهه گذشته با ایجاد تشنع دنبال نامه ساختن افغانستان است و همواره از مجرای رشد توریسم علیه افغانستان منفعت های بسیار بزرگ را از جامعه جهانی و قدرت های بزرگ به دست آورده. امارت اسلامی گفته است که پیگیری این موضوع نیز خواهد بود. گفتنی است که پیش از این نیز درگیری های مسلحانه میان امارت اسلامی و نظامیان پاکستانی سبب بسته شدن گذرگاه تورخم و وارد شدن تلفات به غیر نظامیان و طرف های درگیر شده بود. در آستانه 3 ساله شدن امارت اسلامی در افغانستان، سرپرست وزارت دفاع 24 اسد را روز شکست امریکا و متحدانش و پیروزی امارت اسلامی نامید. محمد یعقوب مجاهد تاکید کرده است که اکنون کشورهای خارجی نمی توانند در امور داخلی افغانستان مداخله کنند. گلسوم بهرام با جزئیات بیشتر. محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی در گفتگوی ویژه با تلویزیون ملی آزادی را نیاز هر انسان دانسته و افزود که افغان ها ارزش آزادی را بهتر از هر فرد دیگر می دانند. وی افزود که برای تداوم نظام اسلامی همه مردم و مسئولان امارت اسلامی باید مسئولیت خود را درک کنند. آزادی دست یو شی ده چی داد هر انسان لکه خوراک، چشاک، داس یو ضرورت دی. کچیری انسان آزاد نی نو هغه انسان نیمګړی دی، کامل انسان نشي بلل کېدلی. آقای مجاهد در جریان سخنرانی خود علاوه کرد که افغانستان اکنون یک ارتش سازمان یافته دارد که با تمام توان از مال، ناموس و مرزهای مردم دفاع خواهد کرد. همچنان سرپرست وزارت دفاع ملی بیان کرده که در 3 سال گذشته هزاران نفر آموزش نظامی دیدند و تمامی تجهیزات نظامی که قبلا تخریب شده بودند بازسازی خواهد شد. موږ د خپلو افغانی انجینرانو په مټ تر ډیره حده پورې هڅه کړې د ډیرې تیاری، یعنی هغه دقیق حساب کېدای شي زما سره په ذهن کې وجود ونه لري، که ټانګان دي، که موټران دي، که توپونه دي، که اسلحې دي، که هلیکوپتر دي، ټول تقریبا د ترمیم په حالت کې دي. ډیر ترمیم سوي دي، ډیر د ترمیم لاندې دي. از سوی دیگر محمد یعقوب مجاهد در این مناظره از جامعه جهانی خواست که در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند. دا فتح دا افغانانو یو لوی بریاده او زموږ د ټولو افغانانو څخه، د ټول اولس څخه، د هر قشر څخه دا هیله او غوښتنه ده چې ښه په اخلاص، ښه په جوش باندې دا ورځ ولمانځي. سرپرست وزارت دفاع در حال این گفته ها را بیان کرده که اخیراً گزارش های تایید نشده ای از گرسنی جت‌های جنگی پاکستان بر فضای افغانستان نشر شده است، موردی که امارت اسلامی گفته آن را پیگیری میکند. خانواده در پروان که عضو آن ناشنوا و گنگ هستند از ناداری و مشکلات اقتصادی رنج میبرند. تنها عضو این خانواده که میتواند صحبت کند میگوید که ناداری زندگی را برای آنها دشوار ساخته است. در همین حال مسئولان کار و امور اجتماعی ولایت پروان میگویند که برای حل چالش های خانواده های نیازمند برنامه های را روی دست دارند. ما به سوی خانواده ای میرویم که ده عضوان خانواده گنگ و ناشنوند. پوپل 18 ساله تنها نانآور خانواده 11 نفری است. وی میگوید که در روستای دورتر از شهر زندگی میکنند و زمینه کار برای آنان فراهم نیست و پیدا کردن لقمه‌نان در این روستا برایشان دشوار است. دیگه در عضو فامیل 11 نفر هستیم. در خانواده ما در کسی کار نمیکنن، یا گنگ هستن، کسی یا ناشنوا هستن، کسی یا در کار بار نمیگیره. دیگه در قاطع از یه زبان دارم که دیگه کار بار چیز فراهم نیست. دیگه پیلن دیگه اقتصاد شرایط خانه ما نامعلوم هست. همایون پدر این خانواده نیز گنگ و ناشنوا است. او درد و چالش های زندگیش را به زبان خودش این گونه بیان می کند. جگر را بخونه از من خوش بیش می کند. اون چیزی نیست. یعنی اش تو کایم از این یولا خواهیم هست. نه کلایی دیگه تو مای چیز ده.
پوپل دردهای ناتمام دارد که از برخورد مردم در جامعه گرفته تا دلتنگی ها و تنهاییش در جمع خانواده گنگ و ناشنوایشان را برای من میگوید. شبا روزا دیگه دق میرم دیگه برم خوشحال نیست دیگه که بسته خانواده گنگ و چه رقم با کت از یا رفتار کنیم یعنی دیگه نمیشه دیگه یکی باشه کت قصه کنه یک چیز کنه در دل میتونی بکنی. اما مسئولان محلی این ولایت میگویند که تلاش میوزند تا برای خانواده های نیازمند کمک کرده و زمینه کار را برای آنان فراهم کنند. پلان گذاری ما دیگه هستند و حتما انشالله از خدا امید داریم که در تا ختم این سال با یک پروژه بکشیم از نگاه حرفه که یا سرشکار کنه و از نگاه تعلیم یا به دو چیز ضرورت داره. بر بنیاد آمار ریاست و کار امور اجتماعی پروان همگون بیش از 1000 نفر در این ولایت گنگ و ناشنوا هستند. به ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. دولت هند اعلام کرده که به 20 تن از شهروندان سکه افغان شهروندی داده است. بر اساس گزارش رسانه‌های هندی این افراد جزء نخستین گروه از سکه‌های مهاجرند که نزدیک به 100 روز پیش برای دریافت تابعیت آن کشور به صورت آنلاین درخواست داده بودند و طبق قانون اصلاح شده شهروندی هند تابعیت آن کشور را دریافت کردند. سوریا اکبری گزارش می‌دهد. رسانه های هندی گزارش دادند که حکومت هند پس از اصلاح قانون شهروندی آن کشور به 20 شهروند سکه افغان تابعیت داده است. بر بنیاد گزارش ها این افراد از میان 400 نفر سکه های افغان اولین گروه اند که نزدیک به 100 روز پیش درخواست شهروندی آنلاین را داده بودند و تابعیت آنها نیز بر اساس قانون اصلاح شده شهروندی هند پذیرفته شد. 20 یک افغان بر اساس قانون تعدیل تابعیت در کشور تابعیت دریافت کردند. درخواست شهروندی نزدیک به 400 یک افغان از سال 2010 در حال بررسی است و بر اساس قانون اصلاح شهروندی هند شانسی بیشتری برای دریافت شهروندی دارند. برخی از آگاهان این تصمیم دولت هند را اقدام مثبت دانسته و میگویند که چنین اقدام برای حمایت از اقلیت‌ها و افرادی که زیر تهدید امنیتی قرار دارند مهم است. در پی مشکلات امنیتی و انسانی در افغانستان هند به شهروندان سیک افغان تابعیت داده است. این اقدام بخشی از سیاست هند برای حمایت از اقلیت‌ها و کسانی است که به خاطر وضعیت ناامن و تهدیدات در افغانستان تحت فشار قرار گرفتند و جانشان در خطر است. تابعیت دادن کشور هند به تعدادی از شهروندان سیک افغانستان گامی در راستای حمایت از حقوق اقلیت‌ها به خاطر مشترکات مذهبی و نژادی می باشد. گفتنی است که هند در سال 2019 قانون شهروندی را تصویب کرد که بر بنیاد آن دادن شهروندی به هندوها از کشورهای افغانستان، پاکستان و بنگلادش را تسهیل می کند. شماره از کشاورزان در بلخ می گویند که در سال جاری حاصلات خربوزه در این ولایت افزایش یافته، اما به علت نبود سردخانه های معیاری برای نگهداری محصولات بازار فروش این فراورده زراعتی کمرنگ شده است. در همین حال مسئولان ریاست زراعت بلخ می گویند تلاش می کنند تا زمینه را برای محصولات صادرات کشاورزان به بیرون از کشور فراهم سازد. کشاورزان در بلخ می گویند که نبود بازار فروش و صادر نشدن محصولاتشان به بیرون از کشور سبب نگرانی آنان شده است. یک خربوزه برای ما 30 روبه تمام میشه. این حال ما میاریم در بازار فروش میکنیم 40 روبه یا 45 روبه. اگر این را که ما دولت دیم همکاری بکنه سردخانه جور کنه یا که در خارج رای کنه یک خربوزی ما در 300-300 فروش برسه. اون دیگه سالا که بودن پیش که بودن امیر خربوزه 150-120 روبه سودا میشه. حال اونجا ما مردم کشت کردیم زیاده نه قلبه کردیم و تراکتور پولو دادیم و دیگه کردیم اونو خرش مصرف ما مردم پر را نمیشه. شمار از فروشندگان خربوزه در شهر مزار شریف میگویند که روزانه به صورت میانگین 4-5 متر خربوزه از اینجا صادر می شود. استفاده ضعیب است اما چیده هیل شکایت داره اردان است پیلن بیخه اردان شدن استفاده ضعیب شد. سابق 20 متر 30 متر روزانه بار می بود. حال یک موتر دو موتر پاکستان یا این هندوستان نمیره یک پاکستان میره کم کم.
با این حال مسئولان ریاست زراعت بلخ از تلاش ها برای زمینه سازی صادرات کشاورزان به ولایت ها و بیرون از کشور سخن می زنند. وزارت زراعت، ریاست زراعت همیشه درصد ازی است که چطور ما بتانیم که محصولات یقینا برای خوبتر و بهتر در مارکت های خارج از افغانستان، مارکت های منطقوی را صادر بکنیم تا که ضرر یقین ضرر نکنه و محصول یقین قیمتش بالاتر و بلندتر و خوبتر به فروش برسه. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی ریاست زراعت بلخ، همه سال نزدیک به 12 هزار هکتار زمین در این ولایت خربزه کشت می شود. اما در سال جاری نسبت به سالهای گذشته ساحه تحت کشت این محصول 40% افزایش یافته است. شماری از دانشجویانی که به تازگی از دانشگاه پروان فارغ شدند میگویند که حکومت باید زمینه کار را برای آنان فراهم سازد. در همین حال ولی پروان از دانشجویان فارغ شده میخواهند که برای پیشرفت کشور تلاش ورزند. سید رسول هوفیان با جزئیات بیشتر. مراسم فراغت بیش از 700 دانشجو از دانشگاه پروان. در این مراسم مقام‌های محلی، مسئولان وزارت تحصیلات عالی و بستگان این دانشجویان اشتراک کردند. باید یک زمینه کار، زمینه وظیفه برشان مهیا شوند که تا اینا بتوانند که مصدر خدمت به جامعه خود شوند. تحصیل زمینه در تحصیل برابروی حتی او کوشش داده چی پا داخل او بحر که هر زی چی امکان وی پا اسلامی حوادونو که تحصیل در تحصیل در لامخت اولو لپار زمینه مساعدی که با این حال شماری از دانشجویان و بستگان آنان از حکومت میخواهند که زمینه کار را برای جوانان فراهم کند. برای ما زمینه کار را مساعد کند تا ما بتوانیم بیشتر و زیادتر تحصیل خود را ادامه بدهیم. والی پروان که در این مراسم سخن میزد از جوانان به ویژه دانش آموختگان خواست که برای پیشرفت کشور تلاش کنند. خواست ما از تمام مردم ای است که به ویژه قشر جوان بدون در نظر داشت تعلقات قومی و مذهبی باید در رشد و ارتقای سرزمینتان سهم بگیرید. بر بنیاد آمارها همکنون بیش از 3000 دانشجوی پسر سرگرم آموزش در دانشکده های گوناگون در دانشگاه پروان هستند. سالهای پیش صدها دانش آموز دختر در این دانشگاه سرگرم تحصیل بودند، اما پس از فرمان رهبر امارت اسلامی آنان از ادامه تحصیل باز ماندند. فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرده است که نیروهای آن کشور نزدیک به 1000 کیلومتر مربع از خاک روسیه را تصرف کرده است. از سوی دیگر ارتش پاکستان گفته که فیض حمید رئیس پیشین استخبارات آن کشور بازداشت شده است. بیشتر در این بسته تصویری با همیرا یوسفی. الکساندر سیریسکی فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرده است که نیروهای آن کشور نزدیک به 1000 کیلومتر مربع از منطقه کورسک در خاک روسیه را تصرف کردند. از سوی دیگر فرماندار موقت منطقه کورسک روسیه اعلام کرد که اوکراین 28 شهرک را در دست دارد. ارتش پاکستان در بیانیه اعلام کرده است که فیض حمید رئیس پیشین استخبارات آن کشور بازداشت شده است. و گفته ارتش پاکستان آقای حمید در ارتباط با پروژه مسکونی تاپ سیتی بازداشت شده است. فیض حمید از سال 2019 تا 2021 به حیث رئیس استخبارات پاکستان فعالیت داشت. وزارت صحت فلسطین در بیانیه اعلام کرده است که ارتش اسرائیل در 48 ساعت گذشته 3 حمله را در این منطقه انجام داده است. بر بنیاد بیانیه این وزارت در پی این حمله ها 142 فلسطینی کشته شدند و 150 تن دیگر زخم برداشتند. با گزارش رویترز کرملین اعلام کرده است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره وضعیت خاورمیانه با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگران فلسطین در مسکو گفتگو خواهد کرد. بر بنیاد این گزارش محمود عباس تا روز چهارشنبه در مسکو خواهد بود و پس از آن برای گفتگو با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به آن کشور سفر خواهد کرد.
پایان خبرهای 5:30 از یک. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی یک باشید. بقیه وقت بر شما خوش. شب و روز بخیر. خدا نگهدار.